پیشاپیش 4 ژوئیه روز استقلال آمریکا 25 کودک از 17 کشور جهان در فستیوال سالیانه فولک لایف در موزه اسمیتسونین واشنگتن سوگند شهروندی به جا آوردند. موضوع محوری جشن‌های امسال یا زندگی بومی در اسمیتسونین مهاجرت و نقش مهاجران در ساختار اجتماعی آمریکا بود. جزئیات بیشتر در گزارش پیش رو. هوای گرم و شرجی واشنگتن مانع از حضور شادمانه خانواده ها برای شرکت در مراسم ادای سوگند شهروندی فرزندانشان نشده بود. من خیلی خوشحال و هیجان زده هستم. سارا 12 ساله متولد کلمبیا و یکی از 25 کودکی است که امروز شهروند آمریکا می شوند و آنا ماریا مادر سارا با سربلندی از ردیف اول تماشاچیان به دخترش نگاه می کند. از داشتن چنین موقعیتی بسیار خوشحال هستیم. احساس ممتاز بودن داریم، زیرا مراسم ادای سوگند سارا در محل متفاوت و برای کودکانی مثل او برگزار شد. برگزار کنندگان و شرکت کنندگان مراسم ادای سوگند میگویند آنها از اینکه 50مین سالگرد فستیوال سالیانه فولک لایف یا زندگی بومی با جشن و شادمانی نسل آینده آمریکا همراه شد، احساس غرور و افتخار می‌کنند. از این پس این کودکان از تمام مزایای یک شهروند متولد آمریکا برخوردار خواهند شد. اونها میتونن رأی بدن، نامزد انتخابات بشن، در هیئت منصفه شرکت کنن، گذرنامه آمریکایی بگیرن و در اداره امور این کشور دموکراتیک شرکت کنن. اما ویژگی ممتاز و منحصر به فرد رویای آمریکایی این کودکان آغاز آن از روزهای جشن استقلال آمریکاست.